صبح امروز خانواده تعدادی از بیماران مبتلا به SMA برای چهارمین بار طی 4 سال گذشته روبروی وزارت بهداشت تجمع کردند. تنها خواسته آنها تامین داروی این بیماری است که هزینه بسیار بالایی دارد. نتیجه تلاش‌های 4 ساله این خانواده‌ها، دستور وزیر بهداشت برای حل این مشکل و همچنین جلسه است که هفته آینده با حضور نمایندگانی از سازمان غذا و دارو، شرکت‌های دارویی و خانواده بیماران SMA برگزار می‌شود. برای حل مشکل این بیماران، مواردی مثل انتخاب شرکت تامین کننده دارو و صدور مجوز ورود و همچنین سیستم شناسایی و ثبت بیمار مطرح شده. ما از ساعت 7 صبح جلوی وزارت بهداشت تجمع کردیم. این سومی یا چهارمین باره که داریم تجمع میکنیم. از تجمع قبلی تا الان ناممون رو آقای نمکی دریافت کردن، ارجاع دادن به سازمان غذا و دارو. قرار شده که ایشون دستور بدن برای ورود دارو. با یه عالمه از شرکت هایی که این دارو رو دارن چند بار جلسه برقرار کردن، باشون راجع به قیمت دارو صحبت کردن، ولی سازمان غذا و دارو هیچ کاری هنوز انجام نداده. ما امروز اومدیم اینجا، دوباره داریم تجمع میکنیم برای اینکه آقای نمکی دستور بدن به سازمان غذا و دارو که هر چه زودتر یه اقدامی بکنن برای ورود دارو برای بچه‌های SMA. برای بچه‌هایی که تیپ 1 هستن مثل دختر خودم، اینا حتما بعد زیر 2 سال این دارو براشون تزریق بشه و البته بازم به شرایط بچه بستگی داره. هر چی که ممکنه هر لحظه بدن بچه‌ها ضعیف‌تر بشه، بلعشون ضعیف بشه یا خدای نکرده ریه‌شون درگیر بشه که خیلی براشون خطرناک میشه. آقای دکتر نمکی دستور پیگیری به معاونت درمان و غذا و دارو دادن، اما متاسفانه الان حدود 1 ماهه که هیچ پیگیری توسط غذا و دارو و معاونت درمان انجام نشده و دارو به کل مسکوت شده. عرض به حضورتون که الان درخواست ما اینه که یک دستور محکم و جدی از طرف آقای دکتر نمکی به غذا و دارو برای تایید و ورود دارو به کشور داده بشه. هزینه ها تقریبا توسط خیرین و سمن ها متقبل شده. خود شرکت ها هم حاضر هستن تعداد خوبی از بیماران رو تحت پوشش به صورت رایگان ببرن و شرایط کاملا آماده ورود دارو و فقط نیاز به دستور وزیر رو داره. حالا آنها منتظرند این دستور زودتر از طرف سازمان غذا و دارو پیگیری شود، چون بسیاری از کودکان مبتلا به تیپ‌های شدید این بیماری فرصت زیادی برای جلوگیری از تشدید علائم آن ندارند. لطفا هر چه سریع‌تر داروی بیماران SMA برسونید، چون ما روز به روز داریم ضعیف‌تر میشیم. ثانیه به ثانیه واسه ما وقت‌های طلاییه که داره میگذره. این بیماری متوقف نمیشه. به خاطر همین ما هر چقدر کار درمانی بریم، آب درمانی بریم، فایده خاصی نداره. باید دارو مصرف کنیم. چرا وقتی یه دارویی هست من بر روی ویلچر بشینم تو اوج جوونی؟ این بیماری نادر ژنتیکی با از دست رفتن نورون‌های حرکتی و تحلیل رفتن عضلات همراه است و اغلب موجب مرگ زود هنگام می شود.